سرکوب خشونت‌آمیز مردم از سوی جمهوری اسلامی با آثار گسترده‌ای در جهان داشت و با اعتراض بسیاری از مردم همراه شد. در این میان هنرمندان هم حضوری فعال در صحنه دارند و با انتشار بیانیه‌های مختلف و یا شرکت در برنامه‌های گوناگون ضمن اعتراض به سرکوب مردم از جنبش آزادی‌خواهی آنها حمایت کردند. امشب با فریبرز داوودیان، بازیگر، هنرپیشه و تهیه کننده مقیم لس‌آنجلس هستیم تا درباره رویدادهای اخیر ایران صحبت کنیم. سنگسار سریامین تازه ترین فیلمی است که فریبرز داوودیان در اون ایفای نقش کرده. فیلمی که داستان سنگسار زنی جوان رو در یکی از روستاهای ایران روایت میکنه. آقای فریبرز داوودیان، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. سلام بهنود جان، مرسی که از من دعوت کردی در کنارت باشم. آقای داوودیان، شما رویدادهای اخیر ایران رو چگونه دنبال کردید و نظرتون درباره اعتراض مردم ایران و حوادثی که پس از اون اتفاق افتاده چیه؟ رویدادهای اخیر ایران هیجان انگیزترین اتفاقاتی هست که در زندگی من و خیلی از ایرانی های مثل من افتاده. با وجود سختی هایی که ملتمون کشیدن و صدماتی که به جوانانمون وارد اومده و اشکالاتی که همه میدونیم الان درگیرش هستیم، من فکر میکنم که بیشتر ما ایرانیان سراسر جهان بعد از 30 سال بالاخره با هم متحد هستیم و بسیار هیجان زده هستیم در مورد اتفاقاتی که افتاده، و من شخصا بسیار خوشبین هستم در مورد آینده ایران و جزو افرادی هستم که فکر میکنم آینده بسیار روشنی داریم و این تازه شروع این جریانات هست. شما میدونم تماس ها و ارتباط های بسیاری با ایران دارید و خب دوستان و آشنایان فراوانی هستن که اونجا زندگی میکنن. به نظر شما درخواست ها و مطالبات مردم چیه؟ برداشت شما از این حرکت ها چیه؟ اینا درخواست های طبیعی هر کشور متمدن و هر شهروند در هر کشور روی کره زمینه. تعجب من اینه که چرا زودتر این اتفاق ها نیفتاده و این دیگ جوشان زودتر درش به اصطلاح پس زده نشده. گفته میشه از داخل کشور که به قدری خشونت زیاد بوده و وحشتناک بوده در 3 دهه اخیر از طرف گروه های بسیجی که همونطور که خودت میدونی کوچکترین حرکتی با چنان عکس العمل محکم و خشونت آمیزی روبرو میشده که اینها زود فروکش میکرده حرکتشون. و خوشحال هستیم که بالاخره میبینیم که یک نسل جوانی که از زیر رو آمده، مثل گلهای جوان، مثل درختهای جهان، نهالهای جدید جامعه ما، الان به خاطر تماسشون با دنیای آزاد، به خاطر تکنولوژی، به خاطر تلویزیون های مثل وی او ای که میشنوم که محبوب ترین کانال تلویزیونی در ایران طبیعتاً، میبینیم که اینها بالاخره به صدا در آمدند. و چه شیرین و چه جذاب و چه جالب که نه تنها ما ایرانی های مقیم امریکا و اروپا و کشورهای دیگه خارج از ایران، بلکه امریکایی ها و اروپایی هایی که صداشون رو تمام دنیا میشنون، گروه های مثل یوتیو، هنرمند های مثل مدانا و همونطور که در خبر خودتون گفتین مجسمه دیوید در ایتالیا نور سبز میگیره. من فکر میکنم که جهان با جوانان ایرانی و با روشنفکران ایرانی هم صدا هستند. آقای داوودیان، شما به عنوان یک آمریکایی ایرانی تبار سالها در این کشور زندگی کردید و خب فعالیت‌های مختلفی می‌کنید. فکر می‌کنید همین جنبش مردم ایران، این خیزشی که داشتن، چه تأثیری روی افکار عمومی مردم این کشور داشته؟ واقعا رسانه‌های آمریکایی چطور اون رو بهش پرداختن؟ بهنود، واقعا ما مفتخر هستیم از جوانامون. میتونم به تو بگم که بعد از 30 سال ما افتخار به ایرانی بودنمون میکنیم. واقعا نمیدونم چطور به تو بگم که چندین ساعت و چند روز من و افرادی مثل من تکون از جلوی، یا تکان ببخشید ایرانی صحیح، از جلوی شبکه های خبری و فیسبوک نخوردیم. همونطور که میدونی من و تو از افرادی هستیم که روی فیسبوک فعالیت زیادی داریم و تماس با افراد مختلف جهان داریم. واقعا من نمیخواستم از منزل خارج بشم و به سر کار برم، برای اینکه نمیخواستم تماسم با این رسانه ها قطع بشه. تمام دنیا دارن از این حرکت پشتیبانی میکنن، تمام رسانه ها از شجاعت و
جنبش جوانهای ایرانی دارن قدردانی میکنن. همونطور که میدونی عکس هاشون، حرکتشون، ویدیوهاشون در تمام رسانه ها به طریق بسیار مثبتی ریفلکت میکنه یا معکوس شده و امروز ما ایرانی ها افتخار میکنیم به ایرانی بودنمون، افتخار میکنیم که اصلا در تاریخ این حرکت ما ثبت خواهد شد به عنوان یک حرکتی که با استفاده از تکنولوژی قرن 21 اینقدر یک دفعه تونست مومنتوم بگیره یا حرکت پیدا بکنه. از هر نظر این موضوع یک جریان هیجان انگیز و جدید و نوینیه و من واقعا خوشحالم که من شاهد این موضوع هستم و در طول زندگی من این اتفاق افتاد. آقای داودیان، فکر میکنید که هنرمندان ایرانی برون مرزی چه فعالیت هایی میتونن داشته باشن که به بازتاب بهتر مبارزات مردم ایران کمک کنه؟ خود شما در این زمینه کار خاصی انجام دادید یا در برنامه شرکت میکنید؟ بله، من در تمام تظاهرات سعی میکنم که شرکت بکنم. روی فیسبوک همونطور که میدونی من جزو افرادی هستم که ساکت نبودم. هر مقاله‌ای در هر روزنامه یا مجله غیر ایرانی به چشمم بخوره که مورد توجه، مرتب روی فیسبوک پیجم پست میکنم. از ریاکشن های مردم میبینم که اون رو میخونند. همونطور که میدونی من هیچ وقت یک فرد خیلی سیاسی نبودم، ولی سیاست با زندگی روزمره ما توامه. تا اونجایی که سیاست و سیاستمدار نخواد لطمه بزنه به حقوق شخصی و فردی ما، بله ما میتونیم بگیم ما سیاسی نیستیم. وقتی که ببینیم زندگی روزمره ما تحت تاثیر یک سری خشونت‌ها و زورگویی‌های سیاستمداران قرار میگیره، اون وقت همه ما به صدا در میام، از جمله خود من. من همونطور که میدونی وقتی که دعوت شد از من که به اردن برم برای شرکت در فیلم سنگسار سریا، خیلی از ما نگران سکیوریتی یا سیفتیمون یا امنیتمون بودیم. در طول فیلم برداری ما افرادی از طرف پلیس اردن و وزارت اطلاعات اردن، هرچی که اسمش هست، CIA اردن به اصطلاح، مرتب مواظب ما بودن. افراد با اسلحه روی پشت بام ها مواظب بودن که مبادا به ما حمله ای بشه یا کسی اعتراضی به ساختن این فیلم بکنه. شرکت در اون فیلم برای من یک کار بی خطری نبوده، ولی من با کمال میل قدم جلو گذاشتم که شاید نقش کوچکی داشته باشم در بیان قصه ای که حکایت میکنه از زورگویی افراد فناتیک در کشورمون در بعضی از مسائل و بعضی از عادتهای قدیمی که باید ریشه کم بشه در قرن 21. الان هم هنرمندهای دیگه خیلی فعال هستن. من ببینم که خیلی از خواننده های قدیمی و محبوبمون آهنگ ها و ترانه های به خصوص در این زمینه مثل این که سرودن، که باز هم من از طریق فیسبوک بیشتر با اینها آشنایی دارم و میبینم کارشون رو. خانم گوگوش مثل این که در نیویورک هستن، در اعتصاب غذا نقش مهمی دارن. هنرمندان همه فعال شدن. میدونید بهنود، بزرگترین کاری که ما ایرانی ها چه هنرمند چه غیر هنرمند میتونیم بکنیم در همچین لحظاتی از تاریخ کشورمون اینه که ساکت ننشینیم. این اکثریت ساکت که همیشه کار دست ملت‌های مختلف دنیا داده و وقتی که ساکت نمی‌شینید، کوچکترین صدای شما ممکنه به گوش کسی بشنوه و صدای دیگری رو به وجود بیاره و به قول آمریکایی‌ها سینرژی میشه. الان وقت دست به دست هم دادنه و من هر طوری که بتونم در این مورد سعی می‌کنم سهیم باشم.